انقلاب ایران که در واقع بیشتر به یک دگرگونی شباهت داشت در سال 1357 گذار از استبداد سلطنتی به استبداد دینی بود. اما چرا تلاش مشروطه خواهان در انقلاب مشروطه در اوایل قرن بیستم و همچنین طرفداران مصدق در نهضت ملی شدن صنعت نفت، نیروهای انقلابی که در انقلاب 57 حضور داشتند و اصلاح طلبان در همین اواخر در دهه 9 میلادی که در اون هستیم برای محدود کردن استبداد در ایران تا کنون ناموفق بودند. جمهوری اسلامی حاکم در ایران در بطن جنبش آزادی خواهانه مردم با فریب و تزویر دیکتاتوری خودش رو با بکارگیری ابزار سرکوب تثبیت کرده. اقدامات 40 ساله این نظام چه در درون چه در بیرون از کشور به طور مستمر در ضدیت کامل با منافع ملی ایران صورت گرفته. فروپاشی نظام جمهوری اسلامی در ایران دیر یا زود به طور یقین رخ خواهد داد. اما پرسش مهم این هست که در صورت وقوع این خلأ، قدرت کشور ما ایران دچار چه سرنوشتی خواهد شد؟ درود میفرستم بر شما یاران و همراهان برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. امروز شنبه است و مطابق روزهای شنبه ما هر هفته با یک بخش دیگر از برنامه گفتگو با شما عزیزان همراه خواهیم بود. امروز شنبه 3 خرداد 1399 برابر با 23 ماه می 2020. در برنامه امروز گفتگوی خواهیم داشت به همراه دو تن از عزیزانی که جزء مبارزینی بودند در انقلاب 57 که ضمن درود و خوش آمد به این عزیزان دعوت می کنم تا قبل از شروع گفتمان به طور خلاصه معرفی از خودشون رو برای شما عزیزان داشته باشن تا ما بتونیم برنامه رو با این عزیزان آغاز کنیم. دعوت می کنم از جناب بهمن بامداد. خواهش می کنم تصویرشون رو به اشتراک بگذارم. خوش آمد میگم به شما جناب بامداد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه با ما همراه هستید. لطفاً با توجه به اینکه شما یکی از مبارزینی بودید در انقلاب 57 نقش داشتید، لطفاً ضمن معرفی مختصری از خودتون به عوامل و ریشه های انقلاب 57 هم اشاره داشته باشید. بفرمایید، خواهش میکنم. با درود خدمت شما بانو مرادی عزیز و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و یا این برنامه رو میبینند. بهمن بامداد هستم. چندی و اندی از سنم میگذره، از جوانان به اصطلاح قدیمی هستم که در یک خانواده سیاسی به دنیا اومدم. خانواده ای که حالا این لفظ را اگه براش به کار ببریم، خانواده سیاسی، به هر حال خانواده ای بوده که از پدر گرفته تا برادران تا مادر، اینها به مسائل اجتماعی و تمام جریاناتی که در بدن جامعه در جریان بوده توجه داشتن، احساس مسئولیت میکردن، مسئولیت اجتماعی و انسانی. و بدون تردید وقتی آدم در همچین محیطی پرورش پیدا میکنه، خود به خود توجهش به همون مسائل جلب میشه در اثر روابط، در اثر همون تعلیم و تربیت. چیزی که خوشبختانه من همیشه بهش افتخار کردم اینه که در خانواده خودم انسانیت رو یاد گرفتم و دیده انسانی رو تلاش کردن که به فرزندانشون انتقال بدن. و بدون تردید وقتی که در چنین محیطی آدم پرورش پیدا میکنه، نمیتونه نسبت به تمام بی‌عدالتی ها و نابسامانی هایی که در محیط دور اطراف خودش در درجه اول در جریانه و بعد در ابعاد گسترده تر بی‌توجه باشه. واقعیت امر اینه که در سیستمی که همه چیز بر اساس استبداد و سانسور میگذره، انسانهایی که به مسائل اجتماعی توجه دارن نمیتونن برن دنبال منابع گفتگو در اثر بحث و یک مسیر روشن نقش اجتماعی برای خودشون به عهده بگیرن، بلکه
به دنبال راههایی میگردن برای اینکه بتونن این وظیفه رو که بر دوش خودشون احساس میکنن انجام بدن، و متاسفانه در سیستم های استبدادی وادار میکنه انسان ها رو که به اشکال مخفی برای مثال رو بیارن. یکی از دلایلی بزرگی که در زمان استبداد گذشته بسیاری از جوانهای اون دوره رو سوق داد به سمت مبارزات مخفی دقیقا همین بود، برای اینکه در عرصه عمومی نه در امکان ایجاد حزب یا تشکیلات یا ارگانهای نه تنها سیاسی حتی مدنی بود. برای همین بسیاری از جوانها به این سمت می رفتن در محفلهای خصوصی. و واقعیت رو بهتون بگم، برای اینکه ما بانو مرادی 40 سال ما دروغ میشنویم از این حکومت، اما واقعیت هم اینه که 37 سال قبل از اون هم، البته حالا بگیم 25 سالش در حقیقت 25 سال آخر طور بگیم، اون هم دروغ بود، دروغ فراوون بود. و متاسفانه همیشه بزرگترین آسیبی که جامعه ما خورده همین مسئله دروغه، تحریف تاریخ، تحریف واقعیت ها، وارونه جدوه دادن حقایق. این چیزیه که الان نسل امروزی با گوشت و پوستش داره قشنگ حس میکنه و در زندگی روزمره تجربه میکنه، اما این تجربه بوده که ما در اون دوران هم داشتیم به شکل دیگه ای، ولی داشتیم این رو. یعنی شما نمیتونستین به عنوان یک انسان آزاد، درسته میتونستین برید برای خودتون یه شرکت باز بکنید یا برید درس بخونید مثلا، این کارها رو میتونستید بکنید، یا مثلا مهمانی بگیرید، مشروبی بخورید، ورزش بکنید، این کارها رو میتونستید بکنید، کسی جلوی شما رو نمیگرفت، تشویقتون هم میکردن حتی. اما اینکه انسان پویا، انسان امروزی، انسان پرسشگره، یعنی میخواد ببینه دور و برش چه خبره، میخواد نقش بازی کنه درون زندگی اجتماعی، و وقتی شما این نقش رو ازش بگیری این انسان خونسا میشه، این اصلا غیر ممکنه. برای همین این درون تمام انسان ها وجود داره، همونطوری که الان وجود داره، همونطوری که الان علی رغم تمام این خطرها، تمام این سرکوب هایی که ما صبح تا شب میبینیم، روز به روز تجربه میکنیم، باز هم انسان ها به صحنه میان، اعتراض میکنن، گفتگو میکنن، تلاش میکنن در زمینه های مختلف، نه فقط سیاسی، در زمینه محیط زیست، در زمینه های فرهنگی، ورزشی، تلاش میکنن. این نقش انسانه، و وقتی که شما اینو بخوای سرکوب بکنی از جای دیگه خودش رو نشون خواهد داد. این یه حرکت جاریه. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب بامداد. در خدمت مهمان دیگر برنامه ما خواهیم بود، جناب یدی بلدی. درود میفرستم خدمت شما و عرض خوش آمد دارم جناب بلدی عزیز، از اینکه امروز رو با ما هستید. با برنامه امروز بسیار خرسندیم که شما رو همراه خودمون داریم. به عنوان یکی از مبارزینی که در انقلاب 57 نقش داشتید، میخوام منوط کنم به استنباطی که در واقع از صحبت‌های جناب بامداد داشتیم. ایشون اشاره داشتن به اینکه 40 سال دروغ شنیدیم و قبل‌تر از اون هم دروغ بوده. خب تحریف وقایع و تاریخ، یعنی اون چیزی که حق نسل ماست که بدونه، چقدر میتونه تاثیر داشته باشه برای اینکه ما بتونیم حقایق رو بفهمیم و این تعریف ها برای اینکه واقعیت ها رو بتونیم تمیز بدیم، و الان در چنین استبدادی که دچار شدیم و دوباره بخوایم از این گذار بکنیم و به استبداد دیگه نرسیم، چقدر میتونه تاثیر داشته باشه؟ بفهمید. با سلام به حضور شما و بینندگان عزیز و آرزوی بهروزی برای مردم میهنمان. از حضور شما که همه ما میدانیم که انقلاب گسترده ترین و وسیع ترین حرکتی هست که در جامعه به وجود میاد، که موجب تحولات عمیقی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما خواهد بود. اما این انقلاب مسلماً داره علل و عواملی هست. ممکنه 1001 علت رو میتوان برشمرد برای هر انقلابی، اما در واقع چندین عامل هستن که اینا نقش تعیین کنندهی در به وجود آمدن انقلاب دارن. در انقلاب ایران که چندین عامل تعیین کننده وجود داشت، به نظر من اصلی ترین و تعیین کننده ترین و تاثیرگذارترین اقدامی که وجود داشت در اون جامعه دیکتاتوری بود. دیکتاتوری فردی در جامعه ما
عامل اصلی به وجود آمدن انقلاب در ایران شد. شما اگر کتاب‌های آقای علم را خوانده باشید، در اونجا نشان میده که حتی ایشان به نفر دوم و سوم مملکت به اصطلاح بودن وزیر دربار و نخست وزیر، حتی به افکار و عقاید اینا کوچکترین اعتنایی نمیکرد. شما ببینید وقتی حزب رستاخیز در ایران تشکیل شد، حتی هویدا که نخست وزیر کشور بود اطلاع نداشت که در اون روز چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط به ایشان گفته بود که خبرنگارا را دعوت کنید، من امروز میخوام یک مسئله مهمی رو مطرح کنم. با هیچ کس مشورت نکرده بود و ما دیدیم که بر سر حزب رستاخیز چه آمد و یکی از عوامل اصلی سقوط رژیم شاه همین به وجود آمدن حزب رستاخیز بود. و در مورد این که ایشان به اصطلاح این معمولا دیکتاتورها همواره دو چهره دارن، یک چهره ای رو که نشان میدن و یک چهره پنهانی که همون دروغ و ریاکاری باشه، که کما این که در 40 سال اخیر دیدیم در رژیم گذشته هم متاسفانه وجود داشت. از کشور ما یک کشوری می ساختن بسیار مدرن، بسیار پیشرفته، ولی در حالی که ما می دیدیم که در کنار هتل ها و کاباره های سر به فلک کشیده، هزاران هزار خانه های در حاشیه شهر، بورخانه که چه از کنم، زاغه ها و آلونک ها در کنار و گوشه شهر وجود می آمد. و در سیستان و بلوچستان واقعیت اینه که مردم نانی برای خوردن نداشتند و در کلبه های بسیار بسیار حقیرانه زندگی می کردن. این رژیم همواره سعی می کرد ظاهر رو نگه داره، اما در باطن جامعه چه می گذشت؟ در باطن جامعه واقعیت اینه که کوچکترین اثری ما از دموکراسی و آزادی نداشتیم، در حالی که ادعا داشتن که در کشور ما آزادی وجود داره. متاسفانه بازم یکی از علل و عواملی که در کشور ما انقلاب شد همین نداشتن آزادی بود. کوچکترین حرکتی حتی از جانب نماینده مجلس، حتی از جانب رئیس سازمان برنامه، کوچکترین به اصطلاح انتقادی میشد، طرف یا سر به نیست میشد یا مخلوع میشد، از کار برکنار میشد. و این عواملی بود، اینا چند عوامل کوچیکی بود که در انقلاب اثر داشتن. حالا بعدا در فرصت‌های بعدی من بغیرم خدمتون عرض خواهم کرد. سپاسگزارم از شما. من هم سپاسگزاری میکنم از توضیحات شما جناب بلدی. برای اینکه این مبحث رو باز کنیم، برمیگردیم به مهمان دیگرمون جناب بهمن بامداد. لطفاً بفرمایید جناب بامداد، شما اشاره داشتید به اینکه انسان پویا، انسان پرسشگر و انسانی که مطالبه‌گر هست، ولی خودتون بهتر میدونید الان شرایط ایران شرایط یک دیکتاتوری محض هست، استبداد، یک استبداد مذهبی به معنای واقعی که تونسته با تحریف تاریخ، با دروغ، با تزویر، با ریا، با فریب، با تقدس‌گرایی، با به استعاره گرفتن واژه‌ها و کلماتی که برای مردم احترام خاصی داشت ولی خب باعث سوء استفاده شد، به هر حال کشید به این شرایطی که الان ممکنه مردم بین حقیقت و اون چیزی که غیر حقیقت هست نتونن تمیز بدن. در این میان چه بستری باید فراهم بشه که انسان به پرسشگری برسه، انسان روشن بشه، یک انسان پویا به وجود بیاد؟ پیشنهاد شما چه هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم. سپاس از شما نازنین و همچنین آقای بلدی عزیزم. ببینید دقیقا مثلا حرفم رو با حقیقت شروع کردم و دروغ گویی ها، مثلا بسیاری از چیزهایی که شما نمیشنوید، هیچ جا نمیخونید. من جالبه برام که جایی به چشم ندیدم، حتی از عزیزانی که در اون دوره زندگی میکردن، چون با گوشت و پوستشون البته باشه سر و کار داشتن، ولی انقدر بدیهی بود فکر میکنیم ما همچنان نسل‌های بعدی هم در جریان. ببینید نازنین، در اون دوره که خیلی ها فکر میکنن مثلا مردم همه چی داشتن و اینها، این تعلق خاطر به داشته های وجود نداشت. یعنی داشته ها رو مال خود نمیدونستیم، ما سرزمین مال ما نبود. یه مثال براتون میزنم، تمام خیابان‌های ما در سراسر شهرهای ایران، خیابان‌ها، میادین، چهارراه‌ها، پارک‌ها، بسیاری از بیمارستان‌ها، شهرک‌ها، باشگاه‌های ورزشی، استادیوم‌ها،
اینها همه به نام خاندان پهلوی بود، همش به نام اونها بود و به نام خانواده هاشون بود. کتوک ممکن بود اینجا و اونجا هم بالاخره به مشاهیر هم احترام گذاشته بشه و فردوسی و سعدی و حافظ و اینها هم نامگذاری شده باشه، اما همه چی تعلق به اون خاندانی که حاکم بود بر سرزمین داشت، یعنی همه چی مال اونها بود. وقتی که شما از درون شهر خارج می شدین، به محض اینکه چند کیلومتری از شهر خارج می شدید، می دیدید منطقه نظامی، عکس برداری ممنوع، ایستادن ممنوع. کمی جلوتر که می رفتین یا مقدار وارد طبیعت می شدین، شکارگاه سلطنتی. هیچ چیز تعلق به مردم نداشت. ملت تنها یه خیابون داشت توی تهران که دوتا اسم داره. اون خیابونی که از بهارستان میره به سمت میدان توپخونه، خیابان اکباتان و ملت، دوتا اسم هم داره در حقیقت. این سهم مردم. اینها چیزهایی نیست که باشه. اینها باعث آزار مردم بود. شما از روز صبح اول وقت که شروع میکردین، اون موقع برنامه تلویزیونی اینجوری نبود، آغاز و پایان داشت. حتی رادیو هم همین کارو میکرد. با سرود شاهنشاهی شروع میشد. مدرسه میرفتیم، سرود شاهنشاهی شروع میشد. حتی تو سینما که میرفتیم، فیلم سرود شاهنشاهی شروع میشد. و با سرود شاهنشاهی هم تموم میشد همه چی. حتی در میادین ورزشی، در استادیوم ها، ما سرودمون سرود ملی نبود، سرودمون سرود شاهنشاهی بود. ارتشمون ارتش ملی نبود، ارتشمون ارتش شاهنشاهی بود. شعارش خدا شاه میهن بود. حتی ملت هم این وسط بگم، حالا من نمیدونم این میهن یعنی چی، ولی ملت هم حتی نقشی این وسط نداشتن. یعنی در این رابطه منظورمه یعنی چی، چه مفهومی پیدا میکرد در مفهوم خدا شاه میهن؟ اون چه که مسلم بود یعنی شاه در مقام بالاتری بود. منظور وقتی که زمینه‌ای فراهم شد برای ابراز مخالفت با بسیاری از این چیزها، ما می‌بینیم که اون فنری که اینطوری فشرده شده به ناگاه جهش پیدا می‌کنه. یعنی به محض اینکه متأسفانه محمد رضا شاه به دلیل اینکه خودش از کودکی دیده بود که پدرش رو چجوری خارجی ها بر سر کار آوردن، انگلیس بر سر کار آورد در کودتای سوم اسفند، چجوری پادشاهش کردن، چجوری بردنش از مملکت، خود شخص ایشون رو به تخت نشوندن و بعد از اینکه در سال 32 ایشون مملکت رو ترک کرد در پی کودتای نافنجامی که 25 مرداد انجام گرفت، باز هم همون خارجی ها بودن برگردوندنش و اینکه تمام مدت هم باشون همکاری میکرد، یعنی منافعشون رو تأمین میکرد، در حقیقت راضی نگهشون میداشت، باز هم متوجه نبود وقتی که داشت وقتی که اونها چیزی رو ازش خواستن، باز هم در برابر کرنش اونا مقدار عقب نشینی کرد. کسی که با مشت آهنی داشت حکومت میکرد کوتاه اومد توی همه زمینه ها و میتونه سیاست دیگه در پیش بگیره، منتها مشکل همینجاست که خود اون شخص تعیین کننده این سیاست ها و این حرکات بود و برای همین با اشاره به گفتگوی دوست عزیزم یدی بلدی، موقعی که شرایط بحرانی شد ایشون هیچ شخص شایسته‌ای دور بر خودش نداشت، برای اینکه تمام مستبدین همیشه چاپلوسان و دریوزگان رو به دور خودشون به صورت اتوماتیک جذب میکنن. ببینید بانو مرادی، هیچ مستبدی خودش مستبد نمیشه به تنهایی، بلکه مستبدش میکنند، یعنی یک سری، یک مجموعه به صورت یک سیستم دور یک فردی شکل میگیرن، یک کسی رو باد میکنن، بزرگ میکنن به عنوان به هر حال حالا امام، رهبر یا نمیدونم پیشوا یا هر چیزی اون بالا میشونن و از قبلش بهره میبرن. اما اون شخص خودش دچار این توهم میشه که واقعا یک خبریه، واقعا یک تافته جدا بافتهیه، واقعا برگزیده است و این یک چیزیه که خودش رو، این احساس و این مجموعه خودش رو هی بازتولید میکنه. در نتیجه افرادی که کارا هستن، افرادی که چیزی برای گفتن دارن، از هول و هوش این مجموعه خارج میشن، حذف میشن. برای همین
در مقطع سال 57 وقتی که بحران به وجود اومد، کسی حول و حوش محمد رضا شاه پهلوی نبود تا بتونه بهش راهنمود بده، کمک فکری بده، و ایشون اشتباه پشت اشتباه در تصمیم گیریاش وجود داشت، تا اونجایی که به هر حال مثل همه اقتدارگرای دیگه خودش رو خیلی به حساب ضعیف‌تر از اون چیزی دید که بخواد کار به قول معروف به خصوصی انجام بده، کار مثبتی انجام بده، و تنها راه رو مثل بسیاری دفعات دیگه در تاریخچه گذشته خودش در این دید که مملکت رو ترک بکنه تا به نقطه دیگه برسه. در قسمت دیگه به نکات دیگه هم اشاره خواهم کرد. سپاسگزارم. ممنونم از توضیحات شما. برمیگردیم به جناب بلدی عزیز. جناب بلدی، همونطور که شما مطلع هستید، آزادی خواهان ایران در 100 سال گذشته بارها تجربه کردند که نیروهای استبدادی همیشه در صدد بودند با سوء استفاده از شرایط چرخ تاریخ رو به عقب برگردونن، و همونطور که جناب بامداد هم اشاره کردن، مستبدها رو میسازن، یعنی مستبد ساخته میشه، حالا چه با کلمات تقدس معابانه، چه با کرنش ها، چه با بزرگنمایی ها، به هر حال دیکتاتورها ساخته میشن. میتونیم اشاره کنیم به انجام کودتای رضاخان در سال 1299 که بعدا به شکل دیگه تو کودتای 28 مرداد 1332 تکرار شده بود، یا انحصار قدرت رو که در سال 1357 روح الله خمینی که با باطل شمردن قانون اساسی که دستاورد مشروطه بود آغاز میشه و نشون میده که استبداد تو کشور ما ریشه بسیار عمیق داره و مستبدین و طرفداران دیکتاتوری حاضر نیستن به سادگی قدرت رو به ملت واگذار کنن. در حال حاضر ما برای اینکه نشان بدیم مبارزه برای آزادی و آزادی خواهی از کجا باید آغاز بشه و اینکه مردم چطور میتونن قدرت خودشون رو به خودشون برگردونن یا دوباره صاحب قدرت بشن، باید چه کار کرد؟ بفرمایید جناب بلدی. جناب بلدی صدای شما رو نداریم، اگه میشه لطفاً صدا رو به اشتراک بگذارید. با درود دوباره و با سپاس از بهمن عزیز، فقط یک جمله در تایید گفته های بهمن گرامی عرض کنم خدمت شما که در رژیم پیشین به علت نبود یک شخصیت وجیه المله در تمام حاکمیت 37 ساله رژیم شاه، واقعیت اینه که یک فردی نبود که در میان مردم از محبوبیت برخوردار باشه. چرا؟ چون همه اینا فقط و فقط تملقگوی نظام شاه و شخص شاه بودن، که این بود شاه ناچار شد در بهبوهی که گرفتار شده بود و ناتوان بود، ناچار دست به دامان دو انسان آزاده، دکتر صدیقی و دکتر شاپور بختیار شد. و اما در مورد پرسش شما، واقعیت اینه که ما مبارزات زیادی در طول تاریخ داشتیم، اما متاسفانه به دلایل زیادی همواره شکست خورده، یا دخالت خارجی ها بوده، یا سرکوب بسیار وحشیانه بوده، یا اینکه تشکلات مردم آنچنان تشکلات قوی نبوده که بتونه مقابله کنه با این دیکتاتوری ها. در شرایط کنونی جامعه ما نیازمند یک اپوزیسیون بسیار توانمند و قدرتمند هستیم و در وهله اول باید بشناسیم و شناخت داشته باشیم از حاکمیتی که وجود داره. این حاکمیتی که از یک انقلاب سر برآورد و متاسفانه بر توهم توده ها سوار شد و در واقع کودتا کرد و انقلاب را از دست مردم گرفت و شعارهای مردم تحقق نیافت، بلکه فقط شعارهای خودشون تحقق یافت. این مشکل برای ما، مشکل عظیمی برای ما به وجود آورد که اینها تونستن در این 40 سال حسابی با ارعاب، با سرکوب، با شکنجه و با اعدام اعمال نفوذ کردن و تسلط خودشون رو بر جامعه به اصطلاح محکم کردن. پس ما باید اول بشناسیم که ما با یک همچین حاکمیتی طرف هستیم، حاکمیتی که در اطرافش بسیجی‌ها و سپاهیان قرار دارن که بسیار متشکل هستن،
بسیار توانمند هستند و بسیار بیرحم هستند و مانند ارتش شاه نیستند که سریع پا را عقب بکشند. اینا به دلیل منافع بسیار بسیار زیادی که دارن و به دلیل اینکه قدرت بسیار بسیار زیادی دارن به راحتی عقب نخواهند نشست. اما واقعیت اینه که در مقابل طوفان مردم، طوفان توده ها، هیچ حاکمیتی، قدرتمندترین حاکمیت ها هم قادر به مقابله نخواهد بود و مسلما شکست خواهد خورد. اما ما چگونه باید از این سد بزرگ عبور کنیم؟ واقعیت اینه که ما متاسفانه در کشور ما به دلیل نبودن احزاب سیاسی و به دلیل اینکه نهادهای سیاسی آنچنان شکلی تو جامعه ما نگرفتن، یعنی همواره دچار سرکوب بودن، این مشکل اساسی ما هست. اما به هر حال انجمنها، جنبشهایی وجود دارن که این جنبشها میتونن جای نهادها و جای احزاب بگیرن. ما باید در خارج از کشور در وهله اول ما بتونیم تمام نیروهای مبارز، تمام نیروهایی که خواهان سکولاریزم، خواهان دموکراسی و خواهان عدالت اجتماعی هستن با هم متحد بشیم و با داخل ایران پیوند برقرار کنیم و با نهاد و بتونیم در ایجاد نهادهای مدنی در جامعه ایران که بسیار تاثیرگذار خواهد بود نقش داشته باشیم. در این صورت ما به پیروزی خواهیم رسید. اما به همین راحتی و به همین سادگی نیست. تنها و تنها با تظاهرات خیابانی حاکمیت عقب نخواهد نشست. واقعیت اینه که ما دیدیم در سال 57 با تظاهرات عظیم میلیونی خیابانی که صورت گرفت، تا زمانی که کارگران شرکت نفت پا به عرصه مبارزه نذاشتن و اعتصاب نکردن و ستون فقرات رژیم را نشکسته بودن، هنوز حاکمیت وجود داشت. پس ما غیر از اینی که باید در خیابان مردم حضور داشته باشند، باید اعتصاب‌های سراسری هم در کشور شکل بگیره، به ویژه از طریق کارگران و کارمندان و دانشجویان و همچنین به اصطلاح نهادهای مدنی عرض کردم که اونا باید شکل داشته باشن و همچنین مردم باید سعی کنن و تلاش کنن که تا اونجایی که امکانش هست با دولت کنار نیان، یعنی اینکه پول آب و برق، پول گاز و پول قسط بانک‌ها رو پرداخت نکنن و دولت رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بدن. این سه تا عامل اگر دست به دست هم بدن به نظر من موفق خواهیم شد. اما راه بسیار دور و درازی در پیش داریم. راه ساده ای نیست. جمهوری اسلامی تا بن دندان مسلح است. جمهوری اسلامی بسیار بیرحم است و ما هنوز آنچنان تشکلی نداریم و امیدواریم در آینده ما بتونیم این به این شرایط و به این درجه برسیم. سپاسگزارم. من هم سپاسگزاری میکنم از شما جناب بلدی عزیز. به اوقات پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم و سوال آخر رو از جناب بهمن بامداد میپرسم. جناب بامداد گرامی، لطفاً بفرمایید نقش جامعه مدنی رو در دورانی که گذار از استبداد چطور میبینید؟ آیا شما هم موافق هستید که آیا جامعه مدنی مثل انجمنها، سازمانهای صنفی، کارگران، معلمان، زنان، هنرمندان، آیا اون آمادگی رو در خودش داره یا شما میبینید همچین آمادگی رو در چنین جامعه‌ای که بتونه در روند تشکیل دولت کلن برای در گذار از استبداد بتونه دخالت مؤثر و مسئولانه‌ای داشته باشه؟ شما این چشمنداز رو به عنوان یک گزینه چطور میبینید و نظرتون چه هست؟ بفرمایید. بسیار سپاسگزارم از پرسش بسیار بجا و نکته بسیار دقیقی بهش اشاره کردید. ببینید، ما باید به این مسئله توجه کنیم. در زمان پدران ما، وقتی که انقلاب مشروطه در ایران اتفاق میفته، همزمان در اروپا هم ما جنبش های اعتراضی داریم، یعنی در سطح جهانی تحولات عظیمی در حال وقوع بود و در اروپایی که تازه از دل مروک و طوایف اومده بیرون، دولت ها داشتن شکل می گرفتن، دولت ملت ها داشتن شکل می گرفتن، چیزی که مسیر طبیعی خودش رو طی کرد ایجاد احزاب بود، ایجاد احزاب و تشکیلات عمومی.
در ایران ما هم این مسیر به جلو داشت میره. منتهای مراتب ما یک مشکلی، یعنی ما یک مانع بسیار بسیار بزرگتری برخلاف اروپا داشتیم. اروپا اگر داشت حرکت خودش رو میرفت، فقط ممکن بود رقابت‌های بین کشورها باشه. ما غیر از اون مشکلاتی که اونها داشتن داشتیم، وجود منابع طبیعی و ثروت در مملکتمون بوده که اینو همیشه جذاب کرده برای قدرت‌های بیگانه، و به همین خاطر نقش بیگانه نقش بسیار بسیار تعیین کننده‌ای در سرزمین ما بوده. همونها بودن که اومدن انگشت گذاشتن روی اقشار ناگاه جامعه، یا تلاش کردن افرادی رو به قدرت برسونن که بتونن منافعشون رو در حقیقت ببرن. اصلا براشون مهم نبود چه اتفاقی داره میفته اینجا، یا مثلا دموکراسی برای ما به قول معروف باشد یا نباشد، برای اونا نقش این مسئله بازی نمی‌کرده. آنها منافعشون رو می‌خواستن. و این حرکت این دائما تکرار شده، این چرخه دائما تکرار شده. بعضی‌ها ما رو مثلا بسیار در برابر جوامع دیگه عقب افتاده حساب می‌کنن، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست. تأکید می‌کنم همزمان و حتی جلوتر از بسیاری از کشورهای دیگه جنبش‌های آزادی‌خواهانه در کشور ما شکل گرفته، منتها هی مانع بزرگی این رو تخریبش کرده و به انحرافش برده یا نذاشته رشد بکنه، تا اینکه می‌بینیم حتی در دوره پهلوی دوم به جای میرسه که احزاب رو به طور کامل تعطیل می‌کنه و یک جامعه دموکرات، جامعه‌ای که بر اساس احزاب در حقیقت شکل میگیره، احزاب باید در اون حضور داشته باشن، به خصوص جامعه متکثری مثل جامعه ما. ما باید این رو بپذیریم که ما یک جامعه چند لایه هستیم و رنگاوارنگ، و این اصلا نه تنها نقطه ضعف ما نیست، بلکه نقطه قوت ماست. انسان‌هایی از با زبان‌های مختلف، با حتی معماری و فرهنگ محلی مختلف، صدها سال و هزاران سال در کنار همدیگه به خوبی و خوشی زندگی کردن. این نقطه قوت ماست. ولی ما باید این رو سعی بکنیم براش انگشت بگذاریم و روش حرکت بکنیم و جامعهمون رو، دموکراسی که خواهانش هستیم، برای این اساس بسازیم، نه اینکه ندید بگیریم یا اون رو بخوایم به قول معروف پنهانش کنیم یا مخفیش یا حتی سرکوبش بکنیم. واقعیت امر اینه که از اونجایی که ما امکان ایجاد احزاب رو در درون جامعه نداشتیم و نداریم، قطعاً اون جامعه مدنیه، یعنی گروه‌های مختلفی که خوشبختانه در امروز روز، اگر تا در گذشته فقط اینها میتونستن در قالب یک حزب و انجمنی که در ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه هستن شکل بگیرن، الان شبکه‌های اجتماعی این قدرت رو به ما داده که حتی از راه دور ما با هم دیگه در تماس قرار بگیریم و بتونیم همگرایی داشته باشیم. نکته‌ای که میخوام خیلی مسئله مهمی روش انگوش بگذارم اینه که ما بسیار میشنویم به خصوص در شبکه‌های اجتماعی یا این برابر، مسئله براندازی. براندازی محور هیچ گونه همکاری نمیتونه باشه. براندازی یعنی چی؟ یعنی فقط یه خود برانداختن، حالا گذشته از این که چه مفهومی داره و چه شکلی داره و به قول معروف به چه اساسی بخواد شکل بگیره، اصلا راجع به اون نمیخوام بحث بکنم. خود مسئله برانداختن یعنی، حالا ما اینجوری در نظر بگیم که یعنی فروپاشی حکومت یا برکنار شدن حکومت، این یه مرحله است. این خود به خود یا انجام میگیره یا این حکومت خود به خود میپاشه یا میپاشونیمش، در حقیقت تغییرش میدیم یا استحالهش میدیم. اون چیزی که مهمه، اون محور اصلی، ساختن یک ساختار دموکراتیک و آزادانه است، دموکراسی. اونه که محور همگرایی میتونه باشه، اونه که میتونه ماها رو جمع بکنه. بر در اون جامعه ای که درش دموکراسی مستقر باشه، دموکراسی که بر اساس تکثر شکل گرفته باشه، بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون میتونه به اعتلا برسه، اون میتونه رشد بکنه. در اونجا ما میتونیم این گروه هایی که الان وجود دارن و اشکال مختلف در زمینه جامعه مدنی، اینها رو رفته رفته به صورت احزاب در بیان، نه لزوما احزاب سنتی، بلکه به عنوان تشکل‌هایی که هر کدوم نمایندگی بکنن یک تفکر یا یک خواسته‌ای رو درون جامعه، مثل محیط زیست، مثل رسیدگی به وضعیت بازنشستگان، مثل رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بسیاری چیزهای دیگه. اینها زمینه ساز در حقیقت اون جامعه اصلی ما خواهد بود. ما چاره‌ای نداریم. ما باید حول محور
اینکه ما مثلا فکر بکنیم یک منجی از راه میرسه یا یک شخصی باید ما به قول معروف علم بکنیم و همه بریم زیر پرچمون، این همچه اولا همچه اتفاقی نخواهد افتاد و اصلا راه به ناکجا آباده. ما باید به دنبال ساختار باشیم، ساختار دموکراتیک، ما اون رو باید ملکه ذهنمون قرار بدیم و به دنبال اون باید باشیم، در پی اونه که ما میتونیم این امید رو داشته باشیم که این جامعه اعتلاف پیدا میکنه دیگر، نه اصلا این ترس ها و وحشت هایی که از نمیدونم تجزیه طلبی و نمیدونم اینجور چیزا هست، اینها همه به کنار خواهد رفت و ما در نهایت به اون چیزی که میخوایم میرسیم که اون هم باز دوباره خودش یک پروسه طولانی خواهد بود. دموکراسی یک چیز لحظه‌ای نیست، بلکه یک شرایط عمومی، یک ساختاره که میتونه و همینطوری هم هست، ولی میبینیم باعث رشد جوامع بشه در زمینه‌های مختلف. ما حول محور دموکراسی خواهی میتونیم با هم دیگه همکاری بکنیم، همگرایی داشته باشیم و خواه نخواه این اتفاق به باور من خواهد افتاد. سپاسگزارم از شما. من هم سپاسگزاری میکنم از شما. یک تا دو دقیقه آخر رو به جناب بلدی اختصاص میدیم برای جمع‌بندی صحبتهایی که در این جلسه داشتیم. جناب بلدی عزیز لطفاً تصویرتون رو به اشتراک بگذارید. نظر خودتون رو در ارتباط با چشم‌انداز گذار از استبداد برای رسیدن به دموکراسی و داد در چه میبینید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بله. ببینید، در اپوزیسیون ایران سه نوع به اصطلاح گذار از جمهوری اسلامی وجود داره. یک نوعش هست که معتقد به مبارزه مسلحانه هستن، که من خودم طرفدار این شیوه نیستم، زیرا معتقدم مبارزه مسلحانه فقط عده خاص در شرکت خواهند کرد و آحاد مردم و اقشار مردم در این جریان شرکت نخواهند داشت و امکان دخالت بیگانه ها هم بسیار زیاد خواهد بود. شیوه دوم این است که بعضی ها بر این باورن که ما مردم ایران قادر به شکست جمهوری اسلامی نخواهند بود و فقط نیروهای خارجی، کشورهای خارجی و بالاخص آمریکا هست که خواهد توانست که جمهوری اسلامی رو شکست بده، جمهوری اسلامی نابود کنه و یک حکومتی رو جایگزین کنه، که ما تجربه تاریخی داریم در این زمینه. عراق در جلو چشم ما هست، افغانستان هست و لیبی هست. اما شیوه سوم شیوه گذاری هست که ما برش باور داریم، گذار مسالمت آمیز یا گذار خشونت پرهیز. این گذار خصوصیات بسیار مثبتی داره. اول اینکه تمامی مردم درش نقش دارن. دوم اینکه تلاش تا اونجا تلاش خواهد شد که از خشونت پرهیز بشه و امکان دخالت خارجی ها هم درش بسیار بسیار کمتر خواهد بود. و به دلیل اینکه آحاد مردم، تمامی اقشار مردم در این جریان شرکت دارن، امکان پیروزیش بسیار زیاد خواهد بود. اما به هر حال این مسئله احتیاج به تشکل داره، احتیاج به انسجام داره و احتیاج به وجود نهادهای مدنی در جامعه داره. سپاسگزارم. من هم سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان از اینکه در این برنامه با ما حضور داشتید. سواید و قرائن از این حکایت میکنه که جامعه مدنی پس از سرخوردگی از انتخاب حسن روحانی در حال حاضر به دنبال آینده‌ای هست که نظام جمهوری اسلامی در اون نقشی نداشته باشه. از طرف دیگه می‌بینه که حکومت ناتوان از غلبه بر بحران‌های خود ساخته قدم به راهی گذاشته که سرنوشت محتوم اون فروپاشی هست. من سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما عزیزان و دوستان گرامی با این برنامه گفتمان. هر هفته روزهای شنبه در خدمت شما خواهیم بود برای گفتمان و برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد. برای همه شما دوستان عزیز آرزوی پایداری و سربلندی دارم. بدرود.